درود دوستان و درس دوم نام نویسی در خدمتتون هستم تصمیم گرفتم که نام نویسی رو بهش بچسبیم که تمامش کنیم توی 10 تا ویدیو 15 تا ویدیو و این که میخوام خیلی سیستماتیک بهتون درس بدم اینا رو قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم ازتون خواهش کنم که یک ویدیوی یک دقیقه ای رو با هم ببینیم در این ویدیوی کوتاه اپلیکیشن موبایل کجا برای گوشی های آیفون و اندروید را به شما معرفی می کنیم. اپلیکیشن را از اپ استور برای گوشی های آیفون و از پلی استور برای گوشی های اندروید دانلود کنید. دو کلید آموزش زبان آلمانی و گواهی نامه را در صفحه هوم قرار دادیم تا ویدیوهای کانال یوتیوبی یادگیری بسیار منظم و به ترتیب برای شما قابل دسترس باشند. در بخش جستجوی شهرها نام تمام سوپرمارکت ها، رستوران ها، مترجم ها، پزشک های عمومی و متخصص و هر چیز که توسط پارسی زبانان مقیم آلمان ارائه می شود در یک لیست منظم در اختیار شما قرار گرفته. در بخش نیازمندی مشاغل، لیستی از مشاغل خاص مورد نیاز پارسی زبانان همچون وکیل دادگستری، پزشک زنان، پزشک کودکان، عکاس، جراح و غیره قرار داده شده. در بخش کاریابی شما می توانید با توجه به تخصص و علاقه تان کار و یا آسپیلدونگ مورد نظرتان را بیابید. اطلاعات تماس هر کارفرما نیز برای شما در همین صفحه قرار داده شده. این اپلیکیشن کاملا مجانی است. به دوستان خود حتما معرفی کنید. خب حتما از صدا تشخیص دادین که این ویدیو کار خود من هست اپلیکیشن مال خود من هست و گفتم که خیلی از درس ها رو یعنی در واقع همه درس رو میخوام توش قرار بدم که خیلی راحت بتونید به ویدیوها دسترسی داشته باشید خیلی به قولن زیستماتیک آلمانی ها بچه ها میگن میگن زیستم زیستم همه میشنسین سیستماتیک یعنی یه چیزی خیلی منظم انجام بشه یعنی چی؟ ببینید ما توی نام نویسی یه دونه انقعده داریم یه دونه تکس داریم پایینش یه تکس می نویسیم و پایینش می گیم قوس فارمل. این یعنی چی؟ من اینو نازو کنم وقتی که میگیم سیستماتیک یعنی این که آ این کار رو انجام میدیم ب میرسیم به این س میرسیم به این در واقع یک پروسه انجام میشه یک پروسه سیستمی انجام میشه تا به یک فرایند نتیجه دار و نهایت برسه اوکی؟ نتیجه یه انقیده داریم وقتی که میخوایم ناممون رو شروع کنیم توی فارسی میگیم مثلا میگیم سلام علیکم بستگی داره به کجا بنویسی به نمیدونم مدیرت بنویسی به دوستت بنویسی به نامه به کی می‌خوای بنویسی این انقیدت متفاوته بعد یه دونه تکس داری که بر اساسش که مثلا بهت گفتن یک دو سه سه تا مسئله رو توی متن حتما ذکر کن توی امتحان یه دونم قوس فرمل داریم گروس حتما شنیدیم میگن گروسه مثلا مثلا درود یه همچین چیزی فرمل میگی چجوری بهش نهایتا بگی که مثلا خدا حافظ مثلا توی نامه به دوستت بنویسی توی فارسی بهش میگی خدا نمیدونم توی به مدیر مؤمن مدرستون اگه نوستیم مثلا نوشتن من الله توفیق توفیق از خدا بند خدا بهتون برکت بده خدا برکت هر چیزی که میخواد بسته به اون کشور متفاوته بسته اون فرهنگ متفاوته اوکی okay. پس الان میخوایم زیستماتیک یادش بگیریم این چیزها رو بچه بیهوده نمیگم میخوام بدونید که مثلا آلمانی ها چطوری میگن وقتی میگن زیستماتیک بدونین منظورشون چی هست و همین طور بدونید که میدونید که کلماتش چجوریه و اینا همه به دردتون میخواد حالا من یه دونه فرمل دارم یعنی برای کی میخوام نامه بنویسم برای کیا میتونه باشه؟ میتونه برای امتحانتون ان فیرما باشه یعنی این حروف اضافی رو حفظ کنید ان Schreiben ان اینم Person یا ان اینم فیرما ان میتونه باشه میتونه به یک امتر باشه یعنی به یک کارمند میتونه گشفت اون پرزون باشه، بهاشه گشفت اون پرزونن زنی یه چیزی خریدین میخوایم پس بدیم ازتون تو نامه کنگاری اینو میخواد یا گشفت یا پرزونه یا این پرزون یا یک دی من یعنی شخص نیشت so گوت... یعنی به شخصی که شما خوب نمیشناسیدش. حالا میرسیم متوجه میشیم. پس این چهار پنج حالت برای امتحانتون وجود داره. بچه ها همیشه میگم من اینطور که در این درس ها رو گوش میدین لطفا یک کاغذ و دفتر داشته باشین در واقع دفتر و قلم داشته باشین اینا رو بنویسید. حیفه. کسی که ننویسه ضرر میکنه. حالا میگم که من اگر ندونم اگر ندانم چه کسی نامه را دریافت میکند. براش می نویسم زر من اینجا رو دیگه سعی می کنم خیلی خوشخط بنویسم چون مهمه خواهی زیر دستیار خودم اینجا تهیه کنم دفتره براش می‌نویسم زر نکاتش اسش بزرگ بعد از اینجا دیگه کوچیک ار ت اگر خانام بود نه بهتر من اینو اینجوری بگم زر دامن و هرن نکات شما سریع برم آبی کنم قلمو نکات رو بگم اسش حتما بزرگ اول خانم ها زیگرد هرن و دامن بچه غلطه غلطه به خاطر که تو آلمان توی اروپا کسی اینجوری نمیگه همه اول خانم ها رو اول میگن خانم ها مقدمه زیگرد دامن و هر هر میدونی میشه آقا تا اینجا ولی اینجا میشن هغن خاطر که میگیم آقایان و خانوم ها خانوم و آقا خانومان و آقایان محترم توی فارسی هم این رو میگیم خب این برای حالتی گفتیم کسی رو نمیشناسید اگر یک نام رو بدونم اگر نام را بدانم میگم زر دوباره اسش بزرگ زر گیرت فراو حالا شو میذاریم مثلا مولا آهان چیز که یادم رفت بچه ها اینجا حتما کاما یا اگر آقا بود میگیم زر دوباره اسم اسمش بزرگ زرگ ار تر این ای ار این ا ای هست هر اسمش مثلا میا کما نکات من سریع برم این بار قرمز اسش بزرگ sehr geehrte Frau. چون نوشتیم فقاو اسم شرچه هست بعد کما یادتون نره دوباره زر ار تر آن نورم بالاتا زر گئر خاطر که آقا هست هر مایا کما خب من خیلی دیگه جا ندارم و تسبان کاغذ و کوچیک انتخاب کردم مجبورم این بالایی رو سریع پاک کنم خب. حالا به یک زن و شوهر میخوایم نام بنویسیم مثلا تو نامه از خواسته که مثلا به یه عروسی دعوت شدیم براشون نامه بنویسیم مثلا یک زن و شوهر اگر باشن براشون بنویسیم زرگ اعتف خامایا زر ت اول میبینین خانوم همیشه فامایا کما حالا اس دومی کوچیک زر چون یک کما گذاشتیم اینا همش سر هم چون افتاده زر گرتر یا زر گرتا هر سلند مایا بعد دوباره کما جمله رو تمام میکنیم در واقع این بر واقع بچه مثلا موقعی که میخوانی یک نامه رو بنویسیم که مثلا به یه زن شوهره باید اینطوری باشه زر گیت فراو مایا کما ز... بعد ببخشید گفتیم اسش کوچیک زیر گت هر مایا اوکی بعد کما این شکلی باید باشه وقتی که میخواین تو یک نامه بنویسی اینجوری که من دوتا رو پایین هم دیگه نوشتم بخاطر که جا نداشتم یه وقت سوه تعبیر نشه حالا یه جورایی میشه اینو هم به این شکل نوشت که بنویسیم زر ار تس برای چی اس حالا میفهمیم اه پا مثلا مایا فقط من امش رو مینویسم بعد کما ما بریم قرمز کنیم اینو نه این بار سبز زر اسش بزرگ بس من اینو ناقلم و زخیم کنم زر باید اسش بزرگ باشه گه تس میشه به که دست پار هست و این صرف صفت که میشه میشه زگر گه تس پا یعنی زن و شوهر مثلا حالا از این کلم بهتر بزنینم هم نمیرسه یک زوج اوکی ا میشه یک زوج و چون ج... آرتیکلش دس هست این میشه زیگه تس ا مایا یعنی زوجی که اسمتون مایا هست براتون این رو میخوام بنویسم خب یه حالت هم داریم که خیلی پرکاربردتر از همش هست برای دوست میتونه باشه برای فیرما برای اه اه همکار میتونه باشه برای هر کسی که خوب میشناسیدش یکم بهتر میشناسیده حالا میتونه همسایتون باشه نمیدونم رئیستون باشه همکارتون باشه و اینجور چیزها این میگه لیبه فراو سلان میار، کاما لیبر ها سلن میار. نقطه ها دیگی نقطه هاش کم 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 شد. توی که میدونید ال بزرگ فاو و هر هم بزرگ اسما هم که میدونیم همیشه بزرگ این همیشه چون اسم هست بچه ها هر اون فاو چون اسم هست هیچ وقت نمیشه کوچیک همیشه بزرگه و این چون فراو هست میشه لیبه و این چون مرد هست میشه لیبر هر مایا اوکی خب سری بریم سراغ گوس فرمولا که اقولا کلک این درس رو بکنیم خب قوس فرمولا بچه ها اینا هستن اگر مثلا اگر فیرما باشه رئیس باشه یا یک کسی باشه که خوب نمیشناسیم صد درصد یعنی این با کلاس در این حالتشه ام بزرگ میت اف کوچیک فرویند لی کو نقطه هیچی هم نمیخواد سری بریم نکات رو بگیم ام بزرگ اف کوچیک به خاطر که این صفت هست اینو میگم که همیشه یادتون بمونه این ای ان میگیره چون گروسنه نیش قرسنیش. یعنی یه دونه نیست با درودهای فراوان با سمیمان ترین درودها یه همچین معنی داره چون این جمعه میشه گروسن این درودها هم اسمه و اینم ای ان جمعه جمع اسم یعنی هم جمع هم اسم اینم صفت اینم امش بزرگ اینجوری امیدوارم دیگه هیچوقت یادتون نره نکاتشو حالا میمونه حالتهایی که مثلا یه شخص رو میشناسید دوستتونه همکارتون و اینجور چیزا میتونید یه کمی کوتاهش کنین بگین فرند لیشه رو این یه ا ای بیشتر نمیگیره به خاطر که این مفرده تکه یعنی درود فراوان سمیمانه ترین درود درود ها بود این دروده خاطر همین یه اه میگیره جمع نیست یا میتونیم بگیم بست کرسه. من یه جایی خودم جدیدن به وربه کردم درخواست کار دادم جوابش که برام اومد اینش پایینش نوشته تو بست کویسه تعجب کردن بعد فهمیدم که روز که رفتم صحبت کردم اونجا بقول خودشون گفتن به هم فلخ یعنی بین رئیس و پایین ترین کارمند فاصله زیادی نیست همه با هم تو میگیم خیلی با هم صمیمی دوستانه هستیم خاطر همین اینا یه جورایی صمیمانه برای من نوشته بودن دوستانه سمیمانه دوستانه اینا حالت های دوستانه هستش یا بگین هرسلیشه گروسه بچه ها اینا همه مگه صفت نیستن این صفت این صفت این صفت چرا بزرگ می نویسیم اینو قانونش اینه باید اینو بزرگ نوش. با وجود که صفت چون شروع میشه اون در واقع عبارت باهاش جمله هم نیست انگاری عبارت چون باهاش شروع میشه این های بزرگ ب کوچیک اف ببخشید اه ب بزرگ اف بزرگ اینا همه بزرگ باید باشه نرم سری پاک کنم ستای آخری شات آخری رو هم بگم و خلاص برای امروز یا فیله رو سه این چون حالا دیگه توضیحش رو بخوام بدم یکم طولانی میشه ولی این جمعه درسته ولی فیله جمعه ولی چون ای گرفته اینم قوسه میشه فیل قوسه نیست فیل قوسه همینجوری حفظش کنیم میت فیلن گروسن میت فیلن گروسن حالا چرا این ا ای ان گرفت بزایم بگمش درسو این ا ای گرفته اینم ا ای گرفته خاطر که فیله خودش یک عبارت جمعیه یک چیز جمعه ولی این حالا ا ای میگیره همینجوری حفظش کنیم خیلی داخل گرامی نری پس اینم امش بزرگ اینم فاوش بزرگ یادمون نره این میشه چرا ای ان گرفته به خاطر اینکه این داتیبه این پلوس داتیب شده میت دیگه بعدش داتیب میشه میت فرندلیشن گروسه میشه میت فیله گروسن ببخشید میتفیلن فیلن گروسن درس بعدی کلمه در بر واقع کلمه بعدی میت فرندلیشن گروسن هم راستی گفتیم من اینجا برای خودم نوت برداری کردم دو بار نوشتمش پس حالا این رو هم به یه عنوان یک عبارت مثلا رسمی اسمش میزنیم رسمی تو این میت فرند و این دوتا رو در واقع به عنوان رسمی بشناسید امیدوارم همه رو نوشته باشین و ها گفتم به صورت سیستماتیک میخوایم درس بدیم به خاطر همین اینا رو با دقت گوش بدین که یک بار یادش بگیریم برای همیشه بهترین حالت یادگیری اینه که آدم یک بار یادش بگیره برای همیشه یعنی هینه که دارین یاد میگیرین بدونید که قرار نیست من برگردم بهش میخوام امروز یاد بگیرم تموم بره مرور در هر کار نیست بچه‌ها برای اینکه بتونین راحت ویدیوها رو دانلود کنید من لینک دانلودارم گذاشتم آخر همین ویدیو دوباره میگذارمش اون بالا سمت راستم که براتون علامت گذاشتم اونجا میتونید ویدیو ها اپلیکیشن رو راحت دانلود کنید اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید میبینید که خیلی به نفعتون میشه که بتونید ویدیو ها رو خیلی زیستماتیک خیلی راحت پیدا کنید تا ویدیو بعد خداحافظ